اعتراض میشه تو خیابون آدم کشته میشه، معنی نداره. کی گفته آدم ها رو باید کشت؟ اصلا معنی نداره. اینا انسان ها، قتل در اسلام بالاترین گناهه. من قتل نفسم به غیر نفس که من قتل ناس جمعی ها. نگفت این نفس مؤمن باشه، مسلمان باشه، غیر باشه، هر کسی. مگه به این سادگی نبود؟ اون وقت اعتراضات میشه بگن چند صد نفر کشته شدن؟ معنی داره؟ خودمون خیالمون راحت میکنیم، میگیم خارجی ها برنامه داشتن. خب داشتن. چرا تو ایران میگیره این کارا؟ نباید گذاشت این اتفاقات بیفته. در جامعه ای که نگرانی و خوف و ترس وجود داره اسلامی نیست. دانشجو رو که نباید زندان برد به هیچ وجه. خانم رو که نباید زندانی کرد. دختر رو که نباید دستگیر کرد. اینا همه باعث تضعیف حاکمیت و حکمرانی میشه. امام زمانی پیروز شد که خانم ها اومدن تو خیابون علیه شاه. پس کسانی که الان حکومت میکنن حواسشون باشه، خانم ها خیلی مهمن. خانم ها باید همیشه طرفداری بکنن از یک نظام تا اون بمونه. اگه خانم ها مخالف بشن خیلی خطرناکه. در اسلام کجا گفته شما وادار کنید که کسی رو چیز بکنن، که چی بپوشه چی نپوشه؟ اسلام اینا رو نگفته، ما اینا رو میگیم. یه خانمی دیدم تو این شبکه ها نوشته بود شما از این چادری که از زهرا با ما داره سوء استفاده میکنید، پس من این چادر میذارم کنار. آقا این کارا چیه؟ ما رفتارمون رو درست کنیم. انقلاب اومد که استبداد نباشه، زندانی سیاسی نداشته باشیم، مردم آزادی انتخاب داشته باشن در همه حوزه ها، سرنوشت هر نسلی رو خودش تعیین بکنه. اینا انقلابه، اصول انقلاب ایناست. زندان اوین مظهر ضدیت با حقوق بشر در ایران هست. در زمان شاه بوده، الانم به چه خوبی نداره. رئیس جمهور چین رفت و در عربستان علیه جزایر ایران موضع گرفت. من راجع به جزایر ایران نوشتم که برای اینکه ما جزایرمون رو کاری بکنیم که چشم طمع بهش نداشته باشن، امارات هر چند وقتی نیاد به اینا بپردازه، ما نباید فقط دفاع نظامی از اونا رو برای حفظ تمامیت ارضی مد نظر قرار بدیم. بهترین کار توسعه اقتصادیه. ایرانی‌ها بر اساس آماری که هست بالای 300 میلیارد دلار تو شهر دبی سرمایه گذاری کردن. 300 میلیارد دلار رو توی زابل سرمایه گذاری می‌کردن، چی می‌شد؟ نگاه‌ها اقتصادی بشه، توسعه‌ای بشه، از امنیتی بیاد بیرون. مردم میخوان زندگی کنن. ترافیک رو میخواد 100 سال دیگه حل کنید، آلودگی رو میخواد 100 سال دیگه حل کنید. خب یه ساله یه نگاه رو عوض کنید حل میشه.